به نیابت از طرف انجمن ایرانیان مقیم سمت استرالیا مقدم شما عزیزان رو گرامی می‌داریم. من خسرو آزادگان هستم و افتخار دارم از طرف همکارانم مسائلی رو براتبی رو خدمت شما عرض کنم و من مطمئن هستم شما خیلی بهتر از من راجع به بازی و قوانین اون میدون. اما قبل از اون که هر حرفی زده بشه، ما برای اینکه خدا ناکرده مشکلی پیش نیاد، بعد گرفتاری پیش نیاد، بعضی از دوستان از هم دیگه نرنجن، یک تیمی رو انتخاب کردیم که تا لحظات دیگه من خدمت شما معرفی خواهم کرد. این عزیزان افرادی هستن که هم گرداننده هستم و هم به عنوان داور در طور انجام مسابقات، چه امروز که دوره مقدماتی است و چه هفته آینده که دوره نهایی است، با شما عزیزان در ارتباط خواهم بود. اگر مشکلی باشه به این عزیزان مراجعه میکنید و ما خوشحال خواهیم شد. اگر خدا ناکرده مسئله ای باشه که احتیاج به داوری و حکمیت باشه، این دوستان در خدمت شما خواهند بود. سلام و خیر مقدم خدمت همه دوستان. تشکر امروز اینجا دور هم جمع شدیم برای مسابقه تخت نرد. همینجور که اطلاع دارید، من این نکات رو دوباره یکی یکی خدمتتون عرض نمی کنم، چون همه دارید به اصطلاح برنامه رو. اگر مشکلی پیش اومد یا اگر سوالی دارین نسبت به این برنامه هایی که ریخته شده، محبت کنید سوال بکنید که بقیه دوستان هم اینجا هستن جواب خواهند داد. تو مرحله حذفی سه تا بازی انجام میشه حد اکثر، همه بازی ها که تا فینال 5 امتیاز است، ولی مرحله حذفی به بعد، یعنی از 16 تا بعد 8 تا و 4 تا و فینال، سه تا بازی 5 امتیازه حد اکثر انجام میشه که اگه حد اکثر بخواد بشه، یعنی یه بار شما بعد دوباره یه بار حریفتون که با بازی فینال یعنی سومین کشیده میشه، ولی اگه هر کی دو تا بازی اولو ببره دیگه تمومه و دیگه نیازی به بازی سوم هم نیست. اینم یه بار دیگه حالا دوستان نه یه مچ 5 پوینت است شما بازی میکنین، اگه اونو حالا 5-1 5-6 یا 5-4 بردین تازه میشه یه گیم، یعنی یه مچ شما بردین، دوباره 5 تای بعدی رو بازی میکنین که با هر نتیجه اگه دوباره شما بردین که دیگه بازی تمومه، یعنی 2-3 دیگه. توی آخر سالان روی دیوار همونطور که میبینید برنامه هست، شما میتونید لحظه به لحظه ببینید امتیازتون چنده، به چه صورتیه. تو مرحله حذفی هم که رفتیم توی صفحه جدید، شما مشخصه که حریفتون کیه و در مرحله بعدی با چه شخصی بازی خواهید. حالا اون عزیزانی که هستن الان سر میزای خودشون هماهنگ کنن بشینن، اونایی که جور بازی رو شروع میکنن، اونایی هم که نیستن وای میستن تا حریفشون. Thank you.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی ایرانیان ساکن ایالت استرالیا جنوبی. امروز خواستم که یک گزارش خیلی سریع و مختصر در مورد برنامه تخت نرد که در واقع یک سری از دوستان و هموطنان عزیزمون تشریف آوردن اینجا در اختیارتون قرار بدیم. مسئول این برنامه کسی که در واقع کلاً برنامه رو طراحی کرده و اجرا کرده جناب آقای طباطبایی هستن که ما در خدمتشون هستیم. مرحبا شما. به اضافه آقای فرهاد منصوری که در واقع مدیریت این برنامه رو به عهده داشتن و از این در واقع این سری از برنامه‌های تخت نرد یک سری از برنامه‌ای هستش که ما سعی کردیم که فراهم کنیم برای اقشار مختلف اجتماع و حالا چه خانوم‌ها چه آقایون و گروه‌های سنی مختلف در این برنامه شرکت کردن و امیدواریم که بتونیم که در دفعات بعدی و جلسات بعدی بتونیم که تعداد بیشتری از این دوستان رو داشته باشیم. برای این برنامه 32 نفر ثبت نام کردن و بیشتر از اون ما امکانش رو نداشتیم که بتونیم که اینجا در واقع این برنامه رو هماهنگ کنیم براشون، ولی برای برنامه‌های بعدی ان شاءالله این امکانات برام خواهد بود که بتونن که تعدادم بیشتر بشه. حالا من از آقای طباطبایی میخوام که اگه ایشون هم نکته نظری چیزی دارن در مورد برنامه امروز بفرمایید. خدمت شما. خیلی ممنون آقای زابلی، زحمت کشیدین. شما بالاخره تنها من نبودم، از بقیه اعضای مدیره انجمنم تشکر میکنم که منو همراهی کردن در اجرای این برنامه و همونطور که آقای زابلی فرمودن همه چیز خیلی خوب منظم و طبق برنامه رفت جلو و بچه ها دارن بازی هاشون رو انجام میدن و طبق برنامه ما یه مرحله گروهی داریم که از هر گروه دو نفر میان، دو نفر سرگروه میان بالا و وارد مرحله حذفی میشن و مرحله حذفیمون رفت و برگشت بوده و هر دو حریف به صورت رفت و برگشت با هم بازی میکنن و نفر برنده شون مرحله بعدی میره و مرحله یک هشتم نهایی، مرحله یک چهارم نهایی و برندشون به مرحله فینال و رده بندی میرن. انشاءالله امیدواریم که در طول چند هفته نتیجه مسابقات مشخص بشه. طباطبایی، اینجوری که مشخص احتمال این که ماکسیموم مینیموم بین دو هفته یا ماکسیموم تو سه هفته برنامه مسابقات جمع بشه هستش، چون تعداد 32 نفره و مرحله گروهی هر فرد سه دست بازی میکنه با سه شخص مختلف و احتمالات ما در نظر گرفتیم که اگر لازم باشه که اینا با هم مجبورشن برای نفر دوم گروه بازم بیشتر با هم بازی بکنن ممکنه اون زمان ببره و اگر نه که امیدواریم توی این تایمی که در نظر داریم توی دو هفته ماکسیموم سه هفته جمع بشه مسابقات و انشالله در طول 12 ماه آینده ما با انتظار همچین برنامه‌ای رو بازم داشته باشیم از گروه اجرایی شما دیگه، درسته؟ شما قطعا مطمئن باشین که انجمن نه تنها برنامه تخت نرد رو به صورت منظم در طول سال خواهد داشت. من میتونم از همینجا به همه شما عزیزان مژده بدم که برنامه‌های همچون مسابقات شطرنج، مسابقات کارت، هوک، شنل، بازی های مختلف کارت، پینگ پونگ و یه سری از مسابقاتی که امکان فضاییش رو داشته باشیم حتما تو دستور کاریمون هستش که اجراش بکنیم. بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما. قربان شما. همچنین تشکر میکنیم آقای آزادگان که مسئولیت صدا، تصویر و فیلم برداری ما رو به عهده دارن که پشت دوربین الان. از شما تشکر میکنیم آقای آزادگان، ممنونم و ایشالله که تو برنامه های بعدی میتونیم که از هموطنان بیشتری توی برنامه‌مون استقبال کنیم. Thank you.
مانم ز قمد آقای آزادگان شب جدایی چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت که رقیب در نیاید به بهانه گدایی به کدام این ملت هستی به کدام مذهب هستی که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی به طواف کعبه رفتم به حرم رای ندادم که برون در چه کردی که درون خانه هایی به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم چون به صومعه رسیدم همه رای مالد زیادی در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد که درای درای عراقی که تو هم از آن ما سلام عرض میکنم خدمتتون داریوش طباطبایی هستم در مرحله حذفی مسابقات 16 هستیم و دوستان در حال برگزاری مسابقه هستن از این مرحله 8 نفر به مرحله بعد میرن و ما امیدواریم که مرحله بعدی هم بتونیم تو همین جلسه اجراش بکنیم و در نهایت امشب ما بتونیم برنده این سری مسابقات رو خدمتتون اعلام کنیم با ما همراه باشید با ادامه مسابقات مرحله که الان داریم مشاهده میکنیم مرحله 16 نهاییه در این مسابقه یک نفر از این گروه میاد بالا و به مرحله بعدی صعود میکنه و اون کسی که حذف بشه از مسابقه کنار میره و انشالله امشب مسابقات جمع میشه و برنده نهایی خدمتتون معرفی Thank you.
همونطور که در فیلم ها مشاهده کردین، آقای عنایت شوییان، آقای فرهنگ هاشمی نسب، محسن زمانی، فریبرز زارعی توانستن از یک طرف گروه به مرحله یک هشتم نهایی منتقل بشن و آقای کامبیز ولینیا، میثم محبوبی، پیام پیمانی و قربان علی بقایی‌نیا توانستن با شکست رقباشون به مرحله بعدی بیان. در مرحله یک چهارم نهایی آقای میثم محبوبی، پیام پیمانی، محسن زمانی و فرهنگ هاشمی نسب توانستن با پیروزی بر رقباشون به مرحله یک چهارم نهایی بیان و از بین این عزیزان آقای پیام پیمانی و محسن زمانی توانستن به مرحله فینال راه پیدا کنند که با مسابقه بین این دو عزیز در روز پایانی مسابقات آقای محسن زمانی اول و پیام پیمانی دوم شدند. همچنین آقای میثم محبوبی و فرهنگ هاشمی نسب برای مرحله رده بندی با هم به رقابت پرداختن و در نهایت آقای هاشمی نسب و سوم شد و آقای میثم محبوبی چهارم شدند. ما قراره در هفته آینده در مراسم شب شعر انجمن از این عزیزان تقدیر کنیم. خیلی ممنونیم که توانستیم در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که در برنامه‌های آتی انجمن در خدمتتون باشیم و ما رو همراهی کنید. روز خوبی داشته باشید. در کمیته امسال ورزش و سرگرمی‌ها و گردهمایی‌ها دو تا برنامه اجرا شد که جناب دانشمند توضیحش رو خواهند داد، اما یه برنامه‌ای که ما در آینده داریم و در آینده بسیار نزدیک شنبه بعد میشه، در شنبه آینده ما به واسطه اینکه هفته جهانی کودک هستش، یه پیکنیک خانوادگی رو همراه با فرزندان و نوه‌های شما تدارک دیدیم. یه برنامه جدیدی هستش، تشریف بیارید. هم هفته جهانی کودک و همین که ما می‌خوایم در این برنامه کودکان شما رو به روش‌های جدید، حتی مثلا برنامه‌های تدارک دیده شد از مثلا بانین که قرار یه تعداد بیان اونجا آموزش گلوگیار، اگر هم نبوده ما تدارک دیدیم، قرار برای فرزندان شما و نوه‌های شما ما عملا سبزیکاری و گلکاری رو اونجا به نمایش بذاریم و خودشون گلدونه‌های رو تهیه کنن، بکارن و ببرن. برنامه بعدیمون برنامه مسابقه تخمینر بود که توسط 32 نفر اجرا شد و در نهایت بعد از 3 هفته مسابقه 4 نفر از عزیزان به نام‌های آقای محسن زمانی، میثم محبوبی، پیام پیمانی و فرهنگ هاشمی نسب به مرحله نهایی رسیدن که آقای محسن زمانی توانست نفر اول مسابقات بشه، آقای پیام پیمانی دوم شدن و آقای فرهنگ هاشمی نسب سوم. ما در حال حاضر دوست داشتیم از هر سه عزیز اینجا تقدیر بشه، ولی در حال حاضر آقای محسن زمانی اینجا حضور دارن، از ایشان تقاضا می‌کنیم که تشریف بیارن. بفرمایید.